سلام دوباره به همه شما های عزیز و شنونده های رادیو راه فردا با روزی سلامتی سلامتی و جانجوری تختگی شما در خدمت شما هستیم خوشبختانه دکتر صاحب تشریف آوردن جناب صبور صابر متخصص جلدی و زیبایی و مسئول شفاخانه زیبایی زیتون در شهر کابل و موضوع بحث ما هم در ارتباط با مشکلات موها هست موهایی که بوی خوراک پیدا میکنه شکستگی پیدا میکنه سفید میشن تغییر رنگ میتن تغییر حالت میتن به حال رزش پیدا میکنه و اینکه چی کار بکنیم که از اینها جلوگیری شود و چی کارهای موثر است و باورهای غلط چی هست دکتر سپ سلام و صبحتون بخیر بسیار خوش اومدید بنام خداوند بزرگ کرد سلام ادب دارم خدمت شما هم کارهای تکنیکی شما هم. تمام بینندگان عزیز تلویزیون رای فردا تشکر ان شاء الله فامیل محترم همگی خوب باشن میکنن. خدا را شکر میکنم چی است دکتر سب دی فصل شما در شفاخانه کسین یاد دارم من ترسیدم که از وقت سیاسی و اقتصادی پرسان نکنید واقعیت جلدی واقعات جلدی معمولا در فصل خزان آنما خشکی پوست اه. و امراض ساری مثل فنگس و اسکبیس یا به اسطلاح گرگ زیاد میشه درست امراض می هم زیاد میشه تب چون تب میباشه تب خالو گپا هم زیاد میشه از این بابت فصلش هست و مرضی که از باعث سردی هوا به امراض از باعث سردی هوا یا پیدا میشه یا تجدید میشه و امراض هم پیدا میشه زیادتر میشه تعدادشان درست در فرصتی که داریم 020 250 34 44 و 020 250 38 88 بیماری های مربوط به موها موی سر یا مثلا دکتر صاحب اصطلاحی کدام درست است اردیش خوب است اردیش خوب است چیزی که مفهوم بده به مردم ما همتون هم شکایت داشتن که موهای سرشان شکستگی پیدا کرده ریزش پیدا کرده کپک دارن مثلا و تغییر رنگ کرده دکتر صاحب مشکلات ناشی از چی است و چه مشکلاتی در مو هست معمولا خب مو یک عضو همیشه دولت تجدید است همیشه بعد از یک عمری که داره حداقل 100 تا 500 سال عمر یک تار موی است در حالت نرمال ای باید جای خدا تعویز کنه به یک موی جدید و با, موی با عمر نو همیشه به خاطر ما یک مو مقدار موی روی می داشته باشیم رزش موی معمولا نارمال از بقیه تا در اوسط پیش کسی که بالغ است موی قوی داره در اوسط پینجا دانه موی یا پینجا تار موی اگر روزانه می قابل تشویش نیست ما آزمشه اما زمان ما ریزش موی قابل تشویش احساس میکنیم زمانی که رشد موی ما کمتر از ریزش موی باشه درست. ماده در حالت حجم موی که کم شده میره فاصله با موها زیاد میشه و موها نازکتر میشه این میگیم حالت مرضی و یک فردی که موهای بسیار زیاد داره یک دتار موی در وقت حمام یا وقت سر شستن میری مشکل نداره نباید پریشانش باشیم ببینید چقدر حجم مویشان کم شده چقدر مویشان حالت خود از داده این یک بود قضا شد بوده دیگه ای که به خاطر موها میگیم امراض ساقی موی است که امراض ساقی موی معمولا امراضی است که از اثر مشکلات این باشه که خود ما ایجاد میکنیم یا خود شخص یا فرد ایجاد میکنه مثلا استفاده نادرست شامپو شامپو مطابق مویشان نمی باشه مثلا استفاده از موی خوشکان حرارت بلند مثلا خانما تونی میتن مثلا رنگ میکنن و بعض پروسیجر های زیب... زیبایی آرایشی دیگر برای موی خود اجرا میکنن که سبب میشه تا کراتین موی تخریب شد موی شکنند شد موها موی خورا پیدا کنه یا قسمت آخر موی چند شاخه شد رنگ موی خود از دست بته و بالاخره جلایش موی کمتر تر شد کسایی که تاف استفاده میکنه دکتر سید برای خوش کردن موی از او سشوار استفاده میکنه تاثیر داره اما مو موی خوش کردن سشوار اونم اعلی از حرارت بلند داره وقتی حرارت بلند نشه چون تا یک اندازه اعضای ب... بدن در مقابل حرارت مقاومت داره اما او حرارت بسیار بلند است ما میخوایم به او شکل بدیم موی به او شکل میدیم با شانه میگیریم و حرارت میدیم میدیم و در این حالت است که همو کراتین موی تخریب میشه شکنن میشه سبب میشه تا موها از قسمت ساقه بشکنه درست پس ای اوتو کردن موی چطوره دکتر سیب اوتو کردن یا تونی کردن و رنگ کردن تمامش حالت است که معمول است رواج است اما مشکلات خود داره این مشکلات باید بعد از اون خوب تعقیب شود، و مواد خوب استفاده شود روغن های مو شامپو ها تغییر بخوره بعد از اینکه ما اوتو میکنیم م. یا تونی میدیم یا با اصطلاح هم بگیم که چیز میکنیم رنگ میکنیم یا به رنگ میکنیم موی خود در ای حالت باید تمام مواد که ضرورت است بر از بعد از استفاده شوه. در حالی که اکثر اکثریت دوستا موی خود رنگ میکنه موی خود تونی میکنه اما شامپوی معمولی استفاده میکنن بله. موی خود چرب نمیکنه موهایی که دولت تخریب است بعد اونها موی خدا چرب کنن تخریب تا تخریبش کمتر شه درست یک تعداد دوستا میره به جاهایی که یا خودشان استفاده میکنن از رنگ های مو یا جایی که نابلد هستن و این سبب میشه تا امو رنگ دوام اگه زیادتر بانه مقدار زیاد شوه یا رنگ کیفیتش خوب نباشه موی بشکنانه و اکثرا بعد یک روز دو روز نصف موها میتکه یعنی مشکل از که یک مشکل بسیار جدی می باشه و از زود میده و دکتر که چی رای حل داره او رای حل نداره انتظار میکنه تا موها دوباره رشد از یک باور دیگه بین خانواده است که دفعه پیش ما سوال داشتیم که اطفال که موهایشان ضعیف است یا کسایی که موهایشان در مجموع ضعیف است یک بار میتراشن دکتر یا به صلاح کل میکنن یا کچل میکنن اصلاحات زیاد است این فایده دکتر یا در موها مو دو قسمت داره که قسمت ریشه موی که داخل پوست است یک قسمت برد. ساقی موی که از پوست بیرون میشه و ساقی موی به هیچ انرژی ضرورت نداره قابل رشد نیست مو اصلا از ریشه رشد کرده میره تا تو, تب... تو موزاتر میشه موها دراستر شده میره و اگه ما مو هر قدم که کوتا کنیم دراز بانیم چانه کنیم و کنیم سر ریشه سر رشت، موی تاثیر نداره اینو خارج از پوست است خارج از پوستن این با انرژی ضرورت نداره حیاتیت نداره درست. یعنی اجسام زنده نیست مثلا پوستک ناخون است پوستک ناخون دراز میشه به خاطر تراشیدن هیچ نقش نداره یگانه کاری که میتونه کسایی که از دوا استفاده میتونن میکنن در میکنن وقتی که بتراشن یکی خوب موی که میرزه دیده نمیشه از نظر روانی آرام میباشه یکی زودتر موی در بیخ موی یا درشی میرسه و سیامی که زمانی که دوار میزن مقدار دوشن کمتر مصرف میشه خب فقط مستقیم میرد در پست میرد بله با... با... تاثیرات غیر مستقیم خود داره کسایی که تداوی میکنن البته درست درست غذا و تغذیه چگونگی خوراک مردم هم نقش داره دکتر سیب در رشد مو بلانس تغذیوی یا تعادل تغذیوی یک اصل از در زندگی در صحت زمانی که ما تعادل تغذیوی نداشته باشیم یا افراد کنیم یا تفرید کنیم اگه افراد کنیم وزن زیاد میشه چربی خون بلند میره و <applause> مساعد به شکر مییم چون وزن میگیریم و اگه تفرید کنیم ما غذاها رو یا نتونیم بخوریم یا نخوریم یا, یا به غذای خاص علاقه باشیم و از دیگه غذا اجتناب کنیم در صورت مقدار مواد زر... که بدن ما ضرورت داره او به ما نمیرسه اما دو سر تمام صحت تاثیر میکنه در درازمدت هم تاثیر میکنه مثلا اگر ما غذای درست نگیریم ویتامینا نگیریم از پروتین طبیعی قدر کافی استفاده نکنیم صورت با مقدار انر... تا... انرژی در بدن ما کم میشه آهسته آهسته ریشه موی مقاومت خود از دست میده مقابل ازی و به یک حالت نازک شدن میره، ریزش موی پیش افراد شروع میشه خصوصا اطفال که سوی تغذی هستن موهایشان بسیار نازک و موهای جلیده دارن و این به خاطر است که مقدار کافی آهن و پروتئین های طبیعی نمیگیرن تغذیه‌وار از برچی تماس گرفته گفته برای موهای ضعیف و نازک دکتر قوی شوند یا رای حل نیست؟ اگر موها در اثر امراض ضعیف شده باشه مهم. قابل برگشت است در اکثر موارد به خاطر مریض باشه؟ مرز م... اگر موها ارسی فامیلی نازک باشه چانسش کمتر است چون او فاصله موها زیادتر می باشه بعضی وقتا بعض وقتا, وقتا موها نازکتر میشه پیش باز افراد که چانسش کمتر است اما اگر موها با مرور زمان خود نازک میکنه پس قابل برگشت. شدن است درست بسیار علی. آلودگی هوا هم یک مسئله هست که چقدر تاثیر داره و مهمتر از یک پرسش دیگه است دکتر صاحب که موها معمولا از پیش سر کچل میشه یا موها میرزه این دلیل خاص داره خیلی هم میگه چون پیشانی آدم طرف آفتاب از زیاد آفتاب از بین خب ما برداشت مردم نمیگیم چون برداشت مردم احترام داریم, داریم اما سر جای خودش باشه به خاطر بگیم اما از نظر تبابت به هر مرض تقریبا اکثر امراض میکانیزم دریافت شده یک تعداد افرادی که قسمت پیشانی تا قسمت فرق سر موهایشان میره تقریبا بیشتر کسل میشه زمین اکثریت مردا مردا مردایی که موهایشان میره میره به نام اندروژنتیک میگه یا ارسی هورمونی به این معنی است که یک ارسیت مساعد داره و هورمونای جنسی نقش داره و مکانیزم این طور است که خود بیخای موی از اینا از اجداد برشان برس رسیده که در مقابل هورمون‌های جنسی در ساحه حساس باشه خو نظر به گرید است میشه در گرید یک باشه قسمت های نامی خطا اساس باشه میشه تو بالاتر تا تا آخر میرسه گرید هفت است حد... تا هر اندازه که بیخای موی آخزه داشته باشه در دا مقابل انزایم هایی... که هرمونای جنسی رو به حالت فالش تبدیل میکنه در این صورت اونا اموج وقتی که با جوانی میرسن انزیمات نصب میشه عمر مو یک کوتا قدم میره در به خاطر از این قسمت پیشانی شروع میکنه تا فرق سر گای گای قسمت پیشانی خوب می باشن. اما فرق سر تاس میشه این ای نظر به مو ارثیاتی که ما از اجداد گرفتیم این فقط بیشتر نقش ارثی داره هورمونی دیگه نقش سیومی نداره خب خب بسیار خوب موهایی که چی میشه موی خوراک پیدا من انسان مثلا یک سوال است این تاثیرش دکتر چی است موی خوراک ضربات, کیمیو... ضربات فیزیکی و تاثیرات مواد کیمیایی است خب هر زمانی که موها را ما درست نگاه نکنیم موهای ما خصوصا که زیاد باشه خانم ها که موهایشان زیاد است شامپوی درست نمی باشه شامپو بسیار تیز می باشه اما شیت یا پوش خارجی موی از بین میبره موی مثل یک سیم تلفن است البته تلفن های سابقه میگم زمانی که پوشه باز میکردی اما تو بسیار پارچه پارچه, 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 پارچه بله. موی عین شکل داره زمانی که طبقه کراتینی از بین بره و کراتین یک پروتین است که موی پوشش کرده اما مو پارچایش باز میشه و این در کدام وقت از بین میره زمانی که ما حرارت زیاد بدیم خوش موی خوشکان استفاده کنیم یا استشوار گفتیم خب در وقت زمانی که ما تونی کنیم زمانی که ما یعنی اوتو به بکنیم زمانی که ما از مواد کیمیایی مثل رنگ استفاده کنیم و درست تعقیب نکنیم یا فالوآپ نکنیم و زمانی که ما بسار ببینیم با بق... برس نادرست بگیریم برس شانه بسار اهمیت داره یکی دو دوستا موهای زیاد داره و میخوای موهای خود صاف کنن به اصطلاح من بگم شانه را میگن بسار با مو زور کش میکنن با ضربه کش میکنن و این ضربه خودش سبب میشه تا قسمت آخر موی ضربه ببینه و پروتین دوجی تخریب شه و بعد از چند وقت اون قسمت های موی دو شاخه و سه شاخه و بالاخره موی خورا پیدا کنه برای حل یه زیمی است که قسمت موی به اندازه یک تا نیم سانتی کوتاه کنن و بعدا چرپ کنن و در وقت مناسب شانه کنن زمانی که مویشان مرتوب بود بسار با هستگی صاف کنن برس مناسب استفاده کنن شانه و برس برای موها فرق میکنه مثلا که کسایی که موهای زیاد داره موهای غلو داره اونا از باید از شانه استفاده کنه دندان دندان بزرگتر داره و کسایی که موهای کم داره کم پشت داره شانه دندان نازک استفاده میشه دندان خورد و برسا همچنان برسا برای موهایی که غلو است برسا اما خطوطش باید موازی باشه خطوط دانگه کایش خواه ایتا منحنی نباشن. نباشه گدوات نباشه خطوطش تو موازی باشه درست. با و فاصله شان کم زیادتر باشه برای موهای کم میشه که از شکل رندم یا به شکل که تصافی در قسمت نصب شده باشه دانگه از او استفاده کنیم چون موهای کم باید فاصله بین دو دندانه شانه یا برس باشه که تا شانه شوه. اما با موهای زیاد باید از شانه که دندانه کلان داره برس که بر موهای زیاد است از استفاده شود یک اصطلاح دیگه دکتر سه بس داقی میگه می داقی که موهایی که در دم شانه گیر میکنه حالا در این اواخر من فکر میکنم در ایران هم چنین کار زیاد بود در افغانستان هم شروع شده می مویا فروش هم دارن موی خودشون کنده میشن در دم شانه چی فلسفه دکتر دا بی فروش بعد از این موی چی استفاده میشه و این مویات چقدر اهمیت داره ای که م... م... کمپانی چی استفاده میکنه نه میکنه اما یگانه اهمیتی که داره به خاطر ساختار موهای مصنوعی است خو یعنی مو با مرشه فکر کنم ریشش مهم نیست ریشه چن... از ظرف چند مرشه از بین رفته میباشه این موهای ساختگی را که جور میکنه بس ب... که میگن به شکل کلا اکثرا او استفاده میشه د غیر از او تا استفاده خاص نداره موی و میخرن خوب بالاخره آغازه بود که میخرن که لوی قدر اما هیچ کس صاحب پول نشد از مویه از, از بایی نفهم صاحب پول نشد یکی از گله زمین یکی از نه از بای زمین و گله دختر موی قمتی موی کس پول دار بله پول دار نمیشه خب کدام بیماری ها نقش دارد در ریزیش موی در تخریب موی یک سردردی صد در صد از که هر میشه فورا فردا میبینی که رزیش موی زیاد شد سردردیم نقش خاص ندارم امراض موی امراض خاص است امراض هورمونی است امراض تغذیوی است امراض فیزیکی یا فیزیکال تروما از ضربات فیزیکی است این هم امراض فنگسی میتونه که قسمت موی از بین بره امراض زیاد است که پوست تخریب کنه از زمانی که پوست ما تخریب شده حتما ساقی بخشین ساقی موی و ورشی موی دوج از بین میره پس امراضی که پوست تخریب میکنه خصوصا طبقه دوم پوست هم. درست اگه امراض فنگسی می باشه اگه به اصطلاح عامیانه بگم دانه بزرگ بزرگ می باشه کارمونکل و فرانکال فرانکلوزیس که میگه مگی باشه یا فولیکولایت یا بیخ موی التهاب میکنه التهابات بیخ یا امراض کرونیک هم امراض فنگسی میتونه که موی در مساحه از بین ببره درست دقایق بسیار محدود از حدود چند دقیقه فرصت نداره به خاطر فکر میکنم شماره های تماس هم اگر در در لحظات اخیر دوستا همکارا فعال بکنن که یک یکی دو تا سوال از دوستا بگیریم چون فرصت بسیار واقعا محدود مانده ما افتیم به نتیجه بحث برسیم دکتر سیبال آلودگی هوا هم در کابل زیاد است نسبت به هر شهر و هر منطقه افغانستان فرق میکنه بچه‌ای که در کابل میان کلونای که در کابل هستن زودتر مو ایشان که زاین نسبت به اطراف زندگی میکنه حتما همین آب هوا تاثیر داره به نظر شما خب بچه‌ها بچه بچه‌های جوان هستند در کابل ورزش خصوصا م -م. ورزش نام یک موت شده خوب خوب. ما ورزش زیبای وقتی که داخل کلاب میرن تا پروتین نگیرن اعضای بدنشان و عضلات بدنشان کلان نمیشه زمانی که پروتین استفاده میکنه چون پروتین خودش مشتقات هورمونی است مشتقات تستوسترون است کسایی که مساعد از مویشان کچل میشه یا کل میشه امه. یا موی روی پیدا میشه در غیر آلودگی هوا نقش داره در دا قسمت خود التهاب پوست سر در پیدا شدن چربی سبوسک و, و تخریب ساقی موی دریشه نقش نداره چون هیچ وقت موادی که در بیرون است یعنی هیچ وقت بسیار با مشکل میتونه داخل پوست شود اگر داخل پوست شود داخل جیران خون میشه به خاطر افرادی که در بیرون میگردن اگر مقدار آلودگی هوا اگر پست یا مویشون چرتر باشه به با او جمع میشه زودتر چربی پیدا میکنه زودتر خارش پیدا میکنه تا پیدا میکنه پس کسایی که موهای چرب داره با دا و در دا بازار در بیرون میگرده باید روزمره یک روز در بین حداقل موهای سرشانه درست و شاید غذاها هم غذاهای متفاوتی که کسایی که در شهرها هستن خب غذاهای چین رو میکنن معمولا برنج زیاد است کچالو هست و شاید حتی غذاهای بعدن که رشد کرده اما در اطراف غذای اصلی رو میکنن مثل دکتر تا تعادل تغذیه قبلا گفتم اگر ما با یک غذا میریم امه. همیشه مشکلات بر ما ایجاد میشه اما غذای متنوع که ما لبنیات بسیار دوست دارم بسیار طرفدارش هستم با اطفال با بزرگا چون پروتین های طبیعی دارن گوشت حیوانات حلال چیز داره پروتین های طبیعی داره که ما معمولا استفاده میکنیم اما متاسفانه از خاطر قیمت بعض وقت استفاده نمیشه دیگر لوبیا خود پروتین های طبیعی داره میوجات ویتامین های داره که ضرورت میشه و ما اگر ما یک تعادل ایجاد کنیم متوازن غذا بخوریم صحت ما خوب می باشه موی ما خوب می باشه حافظه هر چیز خوب می باشه درست ماساژ هم تاثیر داره دکتر تا در رشد موها در کل ماساژ در تمام بدن جریان خون زیاد میکنه زمانی جریان خون زیاد شد مقدار مواد تغذیه همه و داره موادی که تخریب شده است و اساها بیرون میشه به او خاطر مزاج یک نقش خود تداوی خود نقش به خود در هر قسمت بدن داره ای کم شدن درد ها کم شدن خستگی ها و حتی جوان ماندن هم میگن که گاهی گاهی مساج منظم داده شه فرد دیرتر پیر میشه بسیار خوب یک تماس بگیرم چون وقتم بسیار کم السلام علیکم و شما بخیر السلام علیکم سلام با ډاکټر ست, م... بر بر ست بر ما برا شما ورسما دویننده ها ډاکټر ست دتي اک شامپور ا درمو وګنم ک به مخاطره ریسه شو ماي ډاکټر ست تاسو څخه کومه سلامات باشه جان سپاس ماش څقدر شامپور استفاده کړم و دوا گرفتیم چې تاثیر ندارم امم سږ ضعیفه سو خوشکره درست تشکر صحب. سلامت باشیم بسیار توجهات کوتاه سوال بسیار خدا بس 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 نگهدارن شامپو ها بر پاک کردن پوست و سر است و این وقت دوا نمیشه چون شامپو در قسمت ریشه مجاز نمیشه پس شامپو اگر که ما استفاده میکنیم شامپوی خوبونه و است که پوست و سر ما را پاک کنه موی ما را خوش حالت نگاه کنه یک شامپوی خوب است و شامپوی تی بی شامپو برای سبوسک استفاده میشه مواد داره که کالونی فنگس پایین میاره یا چربی پایین میاره اما او هم در موی نقش نداره پس شامپو در ریزش موی و رشد دوباره موی نقش خیلی یا بگیم هیچ نقش نداره درست پس کدام توصیه خاص ای زمینه نیست شامپوی خود را تبر انتخاب کنند که موهاشان خوشحالت باشه خشک نباشه و جلا بکشه بسیار خوب تشکر شما دکتر سه وقت متاسفانه باخر رسید و بحث جالب شده میرن ممنون که حضور پیدا کردین روستان خوش. 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 خوش همشون از های عزیز ما که تا با برنامه سو فردا همراه بودین تا برنامه فردا که با هم در خدمت شما هستیم شما را به لای بزرگ میسپاریم اوقات همه شما خوش باشید